من داریوش فرهنگ تایشم یک درخشانی داره که تا حالا هیچ کی نمیدونه اینجا شاید برای اولین بار جلوی شما میگم هستم متولد ششم آذر 1326 در آبادان خب این داریوش فرهنگ و خیلی اسم گرافیکی قشنگیه من خیلی دوست دارم ممنونم از پدرم که یک همچین اسم ایرانی و با مسمای گذاشت در اون دوره چگونه این اتفاقی میخوام براتون بگم افتاده جالبه که میدونستید اسم پدر من هم فرهنگ بوده به هر حال متولد شدم بعد از فوت پدرم در همون بچگی چه سالی؟ سال 1335 یا 6 8 سالتون بود اگر 8 سالم بود ولی یک 8 سال پر از ماجرا از اینجا میتونم شروع کنم در بچگی که اولا من از بس مثل هر بچه پسر بچه بازیگوشی از در دیوار میرفتم بالا از بس شر و شیطون بودم هیچ کس اسم منو به داریوش خطاب نمیکرد به من میگفتن تو آبادان میگفتن فلفلو و حکایت خاطراتی که دارم از پدر اولا جالبه که به شما بگم در خلوت خودش تار میزد هر وقت می اومد خونه برای رفع خستگی تار می زد و یک بیت رو هر روز هر شب هر سال با خودش تکرار می کرد هنوز من اون بیت یادمه و حیرانم که چرا این رو می گفت هیچ وقت توضیح نداد و اونی بود اون موقع مال اون دوره بودیه می گفت دولت به خران دادی و عزت به سگان پس ما به تماشای جهان آمده ایم همیشه با خودش میگفت هیچ وقت من نفهمیدم منظورش چی بود تار میزد و جالبه همیشه تو پرانتز بگم یکی از آرزوهای من این بود که تنبلی نگذاشت که بتونم یک ساز یاد بگیرم خانواده ما کلا اهل موسیقی هستند برادرها و اینها ولی جالبه پسر من پسر امروزی تکنولوژی بالاخره تونستی به ضرب و زور با کمک مادرش بفرستیمش کلاس موسیقی و الان تار میزنه گوش نواز دلنشین تار میزنه و این خیلی عجیبه کسی که همش زارم با سرش توی موبایل و از این حرفا باشه این شاید نتیجه اون پدره شیفتگی های دوروبر ناشناخته ها نگاه کردن ها توی آبادان آبادان اون موقع واقعا آباد بود اسمش خیلی مناسب بود و برعکس امروز یا این سالها که همه از تهران یا هر جای کشور تا عید میشه یا یه تعطیلات میشه را میفتن میرن طرف شمال اون موقع میومدن آبادان هم به دلیل آب و هوای خوب خوشش هم به دلیل یک جور مفرح بودن و شاداب بودن شهر مردمانش لب شط میگفتیم بهش قیامت بود هم قوقای پرندگان ماهیخوار و هم قوقای مردمان ما هم بچه بودیم میرفتیم لب شط یکی چون از پدر صحبت بود خب ما اون موقع خیلی فاصله بود بین پدر و بچه ها به خصوص که تعداد بچه ها کم نباشه ما سه تا برادریم با یک خواهر هر کدوم در یک گوشه ای از جهان الان دارن زندگی میکنن نمیدونم من فقط یادم که توی این خونه تنها کسی که با پدرش ارتباط داشت من بودم اونم به دلیلی که منو خیلی کتک میزد برای اینکه ساعت دو بعد از شیطنت ساعت دوی بعد از ظهر که از شرکت برمیگشت بله بله از جلوی در خونه ما از سر کوچه که میومد
ردیف مادرانی با بچه‌هایی که دستشون شکسته، پاشون شکسته وایساده بودن که شکایت کنند که این فلفلو دست و پای بچه ما رو شکونده. علت این شر و شیطنت هم ناشی از الهاماتی بود که ما از سینما گرفته بودیم و تأثیراتی بود که اصیبش چیز غریبی داشتیم یا داشتم نسبت به سینما. خونه ما یه جایی واقع شده بود، یکی از همکلاسا و دوستای من خونهشون چند مثلا کوچه اون طرفتر از بالای پشتمون میشد، همین سینما رکس آبادان که سوخت، هرگز هم نفهمیدیم چرا، یک سالن تابستانی هم داشت، از رو پشتمونش میشد این فیلم ها رو دید. ما از دور نگاه میکردیم، یک اشباحی رو میدیدیم روی پرده سایه های میان میرن، یک حرکاتی انجام میدن و من همچنان شیفته این اشباح شدم. من همیشه زندگی توی فیلم ها رو بیشتر از زندگی معمول دوست دارم، چون فشرده تر، موجزتر، مؤثرتر، انتخاب شده تره. از روی پشتمون اینقدر میدیدم این اشباح رو که شیفته شدم و هر روز بالاخره با خودم تصمیم گرفتم یک تمام دارم بخواد از توی سالن یک فیلم رو تماشا بکنم. مادر که روح شاد روی همه رفتگان شاد، مادرم حکیم یک فامیل بسیار بزرگ بود. حکیم هم توی اون دوره شما خوب میدونید به چه مفهومه، همه چیز بلد بودن، بزرگ و کوچک، خرد و کلان، با سواد و بی سواد از اون حرف شنوی داشتن. همیشه یادمه که یه پولهایی میذاری زیر قالی و منم همیشه بلیت سینما 2000 بود، دو تا یک قرونی، و منم همیشه میرفتم یواشکی بر میداشتم میرفتم سینما فیلم دیدم میومدم. مامانم نمیپرسید کجا بودی، گفتش چطور بود. بعد من حیرت زده مونده بودم که مادر چگونه میفهمه. گفتش که به من بگو وقتی که اون 2000 رو برمیداری، از این به بعد به من بگو. و من از اون به بعد به او گفتم و رفتم سینما. سینما اون دوره براتون بگم جالب، دوری که دارم ازش صحبت میکنم، من 7 سالم بود، شاید 8 سال، درست نمیدونم. تازه مثلا رفته بودیم مدرسه، خود یاد گرفته بودیم توی سینما. این شاید برای پروژه شما جالب باشه برای شنیدنش که اون موقع فیلم ها زیرنویس داشت، ببخش میان نویس داشت، اون دوره رو دارم میگم. ما با چند تا از بچه های دانش آموز، خب مثلا یعنی سواد داشتیم، همیشه میدیدیم دم سینما یه موش بی سواد وایسادن ولی پول دارن که بلیت بخرن بنسین. با گفت آی پسر چیه، بیا بیا تو بیا برای من بخون، تو هم بیا برای من بخون. توی سینما این صحنه میام به نظرم جذابه که تو اگه درست نگاه بکنی، الان که دارم برمیگردم به عقب نگاه میکنم، توی سالن سینما اون وقتی چراغ خاموش میشد یک صداهایی از گوش و کنار سالن میومد که داشتن بچه ها میخوندن که الان آمد او را میگیره دست که میکنن مثلا زمین میذاره، آنچه که میدیدن رو باز ما میخوندیم براشون و اونا با شگفتی گوش میدادن. عجب عجب، بعد میبازه که مثلا این برتلانکاستر نمیدونم چی چیکار کرد، گفتیم زد او را نمیدونم به زمین و نمیدونم پدرش رو در آورد، شیطان رو از بین برد. فردا هم اونا دوباره میومدن، ما هم دوباره میومدیم. رفته رفته آنقدر من شیفته این سینما و اشباح شده بودم که دیدم خب دیگه مادر اجازه نمیده اون 2000 رو از زیر قالی بردارم، حقم داشت. چون شرایط زندگی ما یه خانواده متوسط رو به پایینی بودیم، شرایط زندگی حکم نمی کرد، به خصوص چه از نظر اخلاقی ارزشی و خانوادگی و چه از نظر این مسائل اقتصادی حکم نمی کرد که هر روز یه بچه پاشه بره سینما، و اصلا خطا بود این حرکت، اونم تنها با خودش. فکر کنم چی کار کنم توی سینما، اونقدر من یک فیلم رو دیده بودم شاید 19 بار 20 بار به دلیلی که میرفتیم میخوندیم برای اون 20 سواد و یه پول بلیت ما رو میدادن، از بر شده بودم فیلم ها رو. میومدم سر کوچه و توی مدرسه شروع میکردم اون فیلم رو اجرا کردن برای بچه های مدرسه. به جای اینکه برم بچه ها سر کلاس درس، همه جمع میشدن تو حیاط و من میگفتم که بعد سرفوس سرش از پشت تپه آورد بیرون، یه دفعه سرش ورد پایین، حمله کردن برتلانکاستر وایستا جلوشون گره یا یکی دیگه غیره. بچه ها مجزوم شدن، کم کم اون طرف نگاه کرد دوربینو بگه به چرخونید، معلم هم دارن
با دقت گوش میدن که این چی داره میگه. بعد میگادن خلاصه یکیشون گرفت با ترکه و اینا زد و همچه ترکه ها هم نمیدونم چرا اون موقع میخوام بودن توی حوز که خیس بشه خیلی چی سر بشه مثلا بهتر بشه برای کتک زدن بچه‌ها. خلاصه تعریف می‌کردیم و ما از بچه‌ها خلاصه جمع می‌کردیم میشد 2000 اون درشای درشایی‌ها که جمعش میشد 2000 دوباره می‌رفتیم سینما اینقدر این سینما رفتن ادامه داشت تا اینکه یک روز رفتم سینما همینجور غرق در فیلم بودم دیدم یک بچه‌ای از پشت سر ته سالن داره داد می‌زنه فلفلو فلفلو کجایی فلفلو هی نگاه میکرد تاریک هم بود دیگه توی سینما تاریک فلفلو کجایی کجایی من خلاصه از دور گفتم ما اینجام بعد گفتش که بیا بواد مرد اول باور نکردم دوباره گفت سه باره گفت چهار باره گفت من دیدم فقط اشکم ریخت و وایستادم تا فیلم تموم بشه بعد برگردم وقتی برگشتم بالاخره اون موقع آمبولانس مشکی بود چه خوبه زمینن عوض کردن رنگشو حالا اومده در خونه بردن و این خاطری سینما با پدر بود و چون اینقدر علاقه داشتم یه فامیلی داشتیم در آبادان این آپاراتی سینما تاج بود یه سینمایی بود سینما تاج اوج زیبایی که هنوزم هست این سینما صندلیاش یه مبل داشت ردیف بین صندلی یا چراغای کوچولو داشت هنوزم هست قرمز رنگ بود یعنی خود دیدن این پرده سینما من همیشه توی همه کارام و هنوز هم از این مراسم بخشیدن از این احترام گذاشتن به یک کار که دعوت میکنه چه تئاتر چه سینما چه نمایشگاه نقاشی چه عکاسی چه هر چیز از این خیلی خوشم میاد به نظرم اینها هم جزو اون کار سینماست سه تا زنگ میخورد به آرومی پرده مخمل زیبا میرفت کنار فیلم شروع میشد این هر روز و هر شب دوباره منو میبرد اونجا تا اینکه بالاخره یک بار مادر گفت باید آبادان رو ترک کنیم